در خط مهمترین خبرها، اعلامیه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، بلاتکلیفی دانش آموزان انجمن ملی افغانستان در پرتغال، سهولت‌های بانکی مهاجران ایران. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای کانال خبری ما. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما، کانال خبری ما را سابسکرایب نمایید. در ابتدا می‌پردازیم که به خبر امین اکنون به دسترس ما قرار گرفت. اعلامیه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در پیوند به گرد همایی نامنهاد جنگ طلبان گروه طالبان با جهان و مردم افغانستان. با آنکه ماهیت گروه طالبان به عنوان یک جریان ستیزجو و در جنگ با همه ارزش‌های پدید آورنده یک جامعه سالم، از بعد و ظهور تا کنون برای مردم افغانستان و جامعه جهانی آشکار بوده است، اما شکل و محتوای نشست اخیر گروه مذکور زیر نام به اصطلاح گردهمایی علما که در واقعیت امر یک جلسه طالبانی است، منظومه فکری و سیاسی خصمانه و آشتیناپذیر طالبان را با مردم افغانستان و جهان بیشتر از پیش آفتابی و آشکار نمود. گرده همایی یاد شده از نظر ترکیب گزینشی و درون گروهی بوده و اشتراک کنندگان آن یا از لحاظ تشکیلاتی طالب می باشند یا از نظر فکری سیاسی با طالبان هم نوایی کامل دارند. از نظر محتوا، گرده همایی درون گروه طالبان هم برای مردم افغانستان و هم برای جامعه بین‌المللی پیام های نفرت پراکن دشت افغانانه و به صورت عموم تقابل گرایانه ارائه کرد. اشتراک کنندگان مجمع نمایشی و نیرنگ‌آمیز گروه طالبان هم در سخنان شفاهی خیش فتوا دادند که هر کسی مخالف حکومت خاص بانه و نامشهور این گروه باشد باید سر زده شود. در خصوص فتوای طالبان، گرد همایی درون گروهی طالبان از تمام علمای حقیقی و رسالتمند افغانستان توقع می رود تا در مسئولیت شرعی و اخلاقی خیش دارا باشند. فتوای طالبان اسلام حراسی را که در حال حاضر از چالش های عمده در برابر مسلمانان است تقویت کرده و اسلام عزیز را خلاف روحیه حنیف آن که استوار بر عدالت گستری و حقیقت‌گویی می باشد دین طرفدار سرکوب معرفی خواهد کرد. صحبت های رهبر طالبان و سایر عناصر طالبان و اشتراک کنندگان نشست خودخوانده آنها بار دیگر بر شواهد بیشمار مبنی بر باوروندی این گروه به نظریه زور به عنوان منبع مشروعیت افزود و ثابت ساخت که مشروعیت در مفهوم قانون و مردم محور معاصر آن نیز طالبان اهمیت ندارد. هرچند به دلایل سیاسی در قطعنامه نشست نیامده است، اما در سخنان منصوب به حبت الله آخوندزاده که قنفی به عنوان مرجع رسمی مذهب اعلام شده است، برلاوه آزادی بیان در زیر حکومت پنهان کارانه حقیقت حراس، گروه طالبان آخرین نقش هایش را می کشد. زنان به عنوان نیمی از جامعه در بدترین شرایط ممکن بسر می برند. افزین بران در سخنان منصوب به ملای بیت الله یادآوری شده است که بالای افراد و مقامات حکومت پیشین که به کابل بر می گردند اعتماد نشود. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان با در نظر داشت آنچه گفته آمد، یک بار دیگر گرد همایی خودخوانده گروه طالبان را فاقد هر گونه مشروعیت دانسته و آن را گامی در جهت وضع محدودیت های ظالمانه تر بر مردم افغانستان می داند و از همه گروه ها و اقشار فعال در کشور و بیرون از آن تقاضا می کند در راستای معرفی و شکست سیاسی ها و روی کرد سرکوب گرانه گروه طالبان سهم خیش را ادا نمایند و نیز به جامعه جهانی یادآور می شود که مشروعیت تنها بر اساس آرا و اراده جمعی مردم افغانستان به وجود می آید و هیچ حاکمیت در نبود چنین اصل و تمثیل اراده حاد مردم افغانستان نباید بر رسمیت شناخته شود. شنبه 11 سرطان 1401، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، افغانستان دژغورن ملی مقاومت شورا. این در حالی است که اندپندنت فورسی نمیسد بلاتکلیفی دانش آموزان انجمن ملی موسیقی افغانستان، زندگی در بیمارستان عذاب آور است.
بیش از 7 ماه است که دانش آموزان و کارکنان انجمن ملی موسیقی افغانستان به کشور پرتغال منتقل شدند، اما این گروه هنوز در بیمارستانی در شهر لیزبون زندگی می کنند و دشواری های زیاده دارند. دانش آموزان این انجمن اخیرا در اعتراض به وضعیت دشوار زندگیشان در بیمارستان در یکی از پارک های شهر لیزبون تجمع کردند و از دولت پرتغال خواستند که مشکلاتشان را حل کند. پس از آن که در اکتبر 2021 به کشت دکتر احمد ناصر سرمست، بنیانگذار انجمن ملی موسیقی افغانستان، حدود 289 نفر از دانش آموزان، استادان و کارکنان این انجمن به پرتغال منتقل شدند. دولت این کشور مکانی را که قبلا بیمارستان بود برای اقامت موقت به این گروه اختصاص داد. در آن زمان به این هنرمندان تازه وارد گفته شد که برای مدت کوتاهی در این ساختمان زندگی خواهید کرد و سپس به خانه های اصلیشان منتقل خواهند شد. اما با گذشت 7 ماه هنوز خبری از انتقال نیست و وضعیت داخل بیمارستان نیز برای دانش آموزان به ویژه نوجوانان هر روز دشوارتر می شود. در عین حال روزنامه اشت صبح می نویسد مهاجران در ایران از خدمات بانکی بهره‌مند می شوند. اشت صبح کابل با گزارش رسانه های ایرانی آن عده مهاجران افغان که در ثبت نام و سرشماری شرکت کردند از خدمات امور بانکی در این کشور بهره مند می شوند. احمد وحیدی وزیر داخله ایران گفته است آن عده از اتباع خارجی که در طرح ثبت نام و سرشماری شرکت کردند از خدمات امور بانکی بهره مند می شوند. آقای وحیدی این موضوع را روز یکشنبه 12 سرطان در نشست کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجران خارجی که در وزارت داخله این کشور برگزار شد مطرح کرد. او افزوده است که ساماندهی و شناسایی اتباع خارجی باید به صورت جدی برای شناخت درست از ظرفیت های آنان دنبال شود. از این روند باید محل زندگی و فعالیت اقتصادی اتباع خارجی مشخص باشد تا سیاست گذاری دقیق در حوزه های مختلف انجام شود. پیش از این رسانه های داخل ایران گزارش داده بودند که به دستور معاون اول رئیس جمهور این کشور ارائه خدمات افتتاح حساب بانکی برای اتباع خارجی بدون ارائه مدارک اسکان و املاک ممکن است. گفتنی است که ایران اخیراً طرح ثبت نام و سرشماری مهاجران افغان مقیم این کشور را آغاز کرد و آخرین فرصت آن اول ماه سرطان بود. با تشکر که تا آخرین ویدیو همراه من بودید، منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. امید داریم تا ویدیوهای ما را تماشا نموده لایک، کامنت و سابسکرایب نمایید تا ما بتوانیم بهترین ویدیوها از مهمترین واقعات روز را برای شما به نشر برسانیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.